شنوندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و همراه با کارگردان فنی برنامه خانم غزاله برنامه چالش را به شما پیشکش می‌کنم. ایران در شرایط دشوار جهانی است. در آمریکا انتخاب آقای ترامپ در یک سال و اندی پیش و این دگرگونی‌هایی که در درون کابینه ایشون به وجود آمد و آمدن آقای جان بولتون، در یک سو سفرهای پی در پی رهبرانی مثل نتانیاهو و ولیعهد عربستان، در سوی دیگر و امتناع ورزیدن آقای ترامپ از امضای دوباره تاییدیه تفاهم اتمی با ایران که می رود تا 12 ماه می، همواره همه مسائل ایران رو در روی میز یک کنش برای ریاست جمهوری ترامپ قرار میده. از سوی دیگر در درون ایران حرکت‌های متفاوت، خیزش‌های اعتراضی مردم از معلمان و کارگران گرفته تا خیزش‌های زنان در چند ماه گذشته بیشتر و بیشتر شاهدش بودیم. حتی در اصفهان خیزش‌هایی در اعتراض با مسئله آب دیده شده. در خوزستان خیزش‌های اعتراضی عرب‌ها رو شاهدش بودیم. ولی همه اینا رو بگذارین در یک سو، این شرایطی است که شرایط ایران رو بغرنجتر و بغرنجتر میکنه. در همین روزها موضوع حضور ایران در سوریه و اینکه غرب پافشاری میکنه که ایران باید از اونجا خارج شه، تأثیر ایران در مسئله یمن، همه و همه مسائل ایران رو بیشتر و بیشتر دشوار و پیچیده تر میکنه. اما در هفته ای که گذشت، در روزهای 30 و 31 و اول آپریل در شهر کل کنگره‌ای تشکیل شد که 3 طیف متفاوت یا جریان فدایی رو به هم پیوند داد: فدایان خلق اکثریت، اتحاد فدایان، بخشی که طرفدار وحدت است، و بخش زیادی از کنشگران چپ رو که علاقمند بودن به یک وحدت در یک سازمان و یک حزب. خب شیوه تشکیل این کنگره و شمار آدم‌هایی که در اون شرکت کردن، بالای 100 نفر از اعضای پیشین و امروزین این سازمان‌های وابسته به اکثریت، یا بهتر است بگوییم طیف اکثریت، فدایی، اتحاد فداییان خلق، همه و همه و کسانی که حتی در گذشته در این سازمان بودن و حالا جدا شدن ولی در اونجا حضور داشتن به عنوان ناظر، سخنران، گفتگو کننده، همه در یک سو. خب به کجا می رویم؟ واقعا دارن به کجا می رن؟ آیا تشکیل یک حزب به اسم حزب چپ ایران، داخل پرانتز فدایان خلق، پاسخگوست؟ شرایط امروز رو چگونه ارزیابی می کنن؟ در شرایط امروز تشکیل چنین حزبی تا چه اندازه ضرورت واقعی داشته و تا چه اندازه ضرورت فقط زمان گذر و اینکه یک سازمانی خود به خود دچار دگردیسی میشه و تغییرات داره؟ برای اینکه در همه این زمینه‌ها آگاهی بیشتری داشته باشیم، اجازه بدهید برویم به آلمان و گفتگویی داشته باشیم با آقای مهدی فتاپور، از رهبران سازمان چریک‌های فدایی خلق در زمان انقلاب و پس از اون، و نگرش‌های متفاوتی که در سازمان فدایان خلق به وجود اومد. ایشون همیشه به عنوان یکی از اعضای کادر رهبری بودن، در سال‌های گذشته به عنوان یک کنشگر جمهوری‌خواه چپ و از فعالانی بودن که همکنون در میان 25 نفری هستن که در این شورای مرکزی انتخاب شدن. آقای فتاپور، درود بر شما. خیلی ممنون آقای مرتضی. درود بر شما. کم و زیاد که نگفتم آقای فتاپور، بیشتر از اینا میشد گفت. شما اینقدر مرحله سازمانی طی کردین که خب تعدادش خیلی زیاده، ولی من از اول و آخرش رو به هم چسبونم. خب نخست بپردازیم به این که این در این کنگره چه گذشت. پیش از این که به گذشته سازمان و مسائل جانبی و تحلیلی بپردازیم، در این کنگره چه گذشت و چرا این کنگره تشکیل شد؟ خب آخه تشکیل این کنگره نمیشه بدون رابطه با مسائل گذشته شروع. خب نه، میخوایم اگه بریم مرحله گذشته رو خواهیم رفت، ولی مسئله این است که اگه بریم خیلی گذشته دور، از امروز فاصله میگیریم. اول امروز رو بگیم چه شده، بعد خواهیم رفت از گذشته دور آغاز کنیم. خیلی کوتاه گذشته. ببینید، 38 سال پیش سازمان چریک‌های فدای خلق که بزرگترین سازمان چپ اون زمان بود
و در کنار مجاهدین در واقع این دوتایی بودند که مهمترین سازمان های اپوزیسیون بودند در اون زمان، دچار انشعاب شد، انشعاب اقلیت و اکثریت، و دومین انشعاب هم سال 59 اولی و دومی هم سال 60 در سازمان اکثریت انشعاب 16 آذر. البته بعدها تحولات زیادی در هر کدوم از این سازمان ها اتفاق افتاد، اقلیت دچار انشعاب های متعددی شد و گروه های مختلف فدایی، ولی این دو انشعاب بزرگ دو انشعابی بود که زخمی بسیار سنگین بر عواطف و بر احساسات همه اون جوانها و فعالینی که در اون زمان به جنبش چپ تعلق داشتند و در این سازمان متشکل شده بودند و سالهای قبل از انقلاب زندان رفته بودند، در جنبش ها شرکت داشتند، اونهای تیمی بودند و در انقلاب مشارکت داشتند و بعدش هم مشکلات اون سالها رو و بعدش هم تحمل کردند به جا گذاشت و به دلیل اختلافات سیاسی که در اون دوره سالهای 60-61 به وجود اومد که امروز خواهم تو گفتی حالا موضوع بحث ما امروز اونها نیست، این مسئله با وجود اینکه حتی نوع نگاه نسبت به اون زمان نقدایی که شده به هم نزدیکی به وجود اومده بود، با اینکه بین بخش بزرگی از نیروهای این سازمان‌ها از نظر سیاسی نظری هم فکری‌های جدی در این 20 سال به وجود اومده بود و بخش مهمی از اینها به هم نزدیک شده بودند، ولیکن اون زخم اون زمان منجر به این شده بود که این تشکل‌ها جدا از هم حرکت بکنند، در سال‌های طولانی حتی با هم همکاری هم نمی‌کردند، با هم روابط هم نداشتند، بعدن خب همکاری میکردن ولی نمیتونستن در یک سازمان واحد متشکل بشن و خب این یک لطمه سنگینی بود برای جنبش چپ و برای کل جنبش دموکراسی و دموکراسی خواهی و تحول خلوی در ایران، و خب طبیعتاً مخالفین این نیروها از این موضوع بهره برداری میکردن، سعی میکردن اینها رو گسترش بدن با پخش اخبار، شایعات، با مانورهایی که میدادن، به خصوص مسئولین امنیتی در ایران تلاش میکردن این شکاف ها رو گسترده تر هم بکنند. این کنگره چیزی که میگید مهمترین اتفاقش این بود که بالاخره بعد از این دوره طولانی، حالا شاید خیلی دیرهنگام باشه، خیلی طولانی بوده، ولی به هر حال تونست اتفاق بزرگی اتفاق بیفته و در درون جنبش چپ شاید یک جنبه تاریخی داشته باشه و اینکه ما امروز یک سازمانی تشکیل داریم میدیم که بخش بزرگی از فعالین هر سه جریان امروز داره شرکت داره. همین عکسی که شما الان نشون میدید، خب این 6 نفری که اونجا ایستادن هر کدومشون اینا به جریانات مختلف تعلق داشتن، اقلیت 16 آذر و اکثریت، همینطور کسان دیگری که در کنگره بودن و همینجا شما به تدریج تصاویرشون رو نشون دادید، و خب این یک پیروزی و موفقیت بزرگ بود. یعنی ما یک جریان نیرومند فدایی داریم، نباید همه فدایی ها رو شامل نمیشه، این جریان همه چپ ها رو شامل نمیشه، ولی این که ما یک جریانی داریم که از نظر تاریخی هم اقلیتی هم اکثریتی هم 16 آذری توش هست و همه این که از نظر نظری هستند که معتقد هستند که دموکراسی و سوسیالیسم دو پدیده و هم تنیده شده هستش و سوسیالیسم بدون توجه و بدون تاکید بر دموکراسی معنا نداره و ایده هایی که در پیشنهادشون اومده و منتشر شده با ایده های جدیدی دارن وارد صحنه میشن، بعد از چندین سال کوشش، بعد از 10 سال در واقع کوشش در این راه، موفق شدن این سازمان رو تشکیل بدن و امروز ما یک حزب چپی داریم که شاخه های فعالینی از فعالین سرشناسی از شاخه‌های مختلف فدایی رو در درون خودش داره. خب جناب فتاپور، حالا با این مقدمه‌ای که فرمودین، پیش از اینکه برگردیم به گذشته و این تفاوت‌هایی که در گذشته موجب تحلیل‌های متفاوت شد و همواره دامنگیر همین سازمان‌های متفاوتی که در فداییان بودن و موجب انشعاب‌ها هم شده در گذر این 40 سال، پیش از اینکه به اون بپردازیم، پرسش همه این است بعد از در همین فاصله یک هفته‌ای که گذشته از این، چرا این حزب چپ ایران، خب طبیعی است یک سازمانی تبدیل به حزب میشه، باید گرایش‌های حزبی رو نشون بده، یعنی تشکیلات یک حزب با تشکیلات یک سازمان متفاوت میتونه باشه، این در یک سو مسئله است که ولی داخل پرانتز فداییان خلق، این داخل پرانتز آیا فقط نشان دادن کارنامه گذشته است یا نشان دادن بستگی این افرادی که در حزب چپ ایران هستند؟ اگر اینطوری باشه، پیوستن آدم‌های جدید به این حزب چگونه تفسیر خواهد شد وقتی که عضو سازمان هیچ کدوم از گرایش‌های سازمان‌های فداییان نبودند و میخوان وارد حزب چپی بشن که منشورش رو میخوانن، نقطه نظرهاش رو میخوانن، نگاهش رو به جمهوری اسلامی نگاه میکنن و حالا میخوان وارد این حزب بشن؟ اون داخل پرانتز، تابلو داخل پرانتز اگر
فقط یک کارنامه یا اشاره به گذشته نیست، چه چیزی رو در بر داره؟ ببینید، این اتفاقی که افتاد در کل پایان یک روند نیست، شاید بگم پایان آغاز یک رونده، یعنی یک حرکتی آغازش به نتیجه رسیده و اینکه نیروهای فدایی تونستن با هم متشکل باشن صرف نظر از تعلقات گذشتهشون و یک حزبی که با خصوصیاتی متفاوت از احزاب چپ گذشته، از نقطه نظر پذیرش ایده های متفاوت در درون خودش، از نظر تنوع نظر و نظر نوع اعتقادات به جهان، به سوسیالیسم و به دموکراسی، محیط زیست و اینکه مجموعه این ارزش ها رو باید در یک مجموعه به هم تنیده شده پیگیری کرد و تعقیب کرد. ولی خب در این گام ابتدایی کسانی که در اینجا متشکل شدن همه جریان کسانی هستن که به جنبش فدایی تعلق داشتند. یعنی این جریان متشکل کننده نیروهای فعلا جنبش فدایی است و مجموعه جنبش های چپ. خب اگر از نظر تاریخی شما نگاه بکنید، ما جریانات وابسته به حزب توده داشتیم، جریانات نیروهایی هستن که به حزب توده تعلق داشتن، به خط 3 تعلق داشتن، خط 4 تعلق داشتن، به رنجبران تعلق داشتن و به سازمان و احزاب متفاوتی که در زمان انقلاب فعالیت میکردن. و بعدها جوانانی ما داریم که به هیچ کدوم از اینا بستگی نداشتن و تو تشکل‌های مختلف دانشجویی فعالیت کردن، یا حتی چپ‌های ما داریم که از دل جنبش مذهبی بیرون اومدن. این کسانی که امروز در اینجا جمع شدن همشون از دل جنبش مارکسیستی و از فدایی بیرون اومدن، ولی ما نیروهای دیگه چپی داریم. و بنابراین در این حرکت مدعی نیستش این حزب که تمام نیروهای چپ رو متشکل کرده، بلکه این رو یک گامی میدونه برای اینکه امکانات بیشتری فراهم بکنه که در اون جهت فعالیت کنه. اسم این حزب یکی از مباحث جدی و سنگینی بود که هم در درون کنگره و هم در گذشته در این مدت در جریان بود که چطور تأکید بشه. و به هر حال اعضای کنگره تصمیم گرفتند که دو وجه رو در این حزب منعکس کنند. یک اینکه نشون بدن که به کجا تعلق دارند، تعلق امروزشون کجاست و میخوان چه بکنند. خب این حزب میخواد از موضع چپ با مسائل سیاسی ایران دفاع بکنه، برخورد بکنه و در دفاع از برابری، ضدیت با تبعیض و تلاش برای تعدیل شکاف‌های طبقاتی و در نهایت غلبه بر اونها، از موضع دفاع از زحمتکشان، از موضع دفاع از کسانی که در تبعیض و تحت فشار هستند و برای دموکراسی، از موضع چپ میخواد وارد قضیه بشه به این مفاهیمی که گفتم. و از زاویه دیگه این که خب به هر حال اینها مجموعه یک تعلق تاریخی دارند. این حزب تصمیم گرفتن، رفقایی که در این کسانی که در این کنگره شرکت داشتن، که هر دو وجه رو در این حزب منعکس بکنند. یعنی از یک سو بر چپ بودن، بر امروز خودشون تکیه دارن، و از یک سو هم مطرح بشه که نیروهایی که در اینجا جمع شدن چه تعلق تاریخی دارن. شما پرسیدید که این در پروسه آینده چه تأثیری میگذاره؟ طبیعتاً راجع به آینده من امروز مقدار مفصل تر صحبت خواهم کرد، ولیکن یکی از برنامه‌های اصلی این حزب که باید مورد بحث قرار بگیره و در آینده مورد توجه قرار بگیره، چگونگی شکل دادن یک حزب چپ جدی در ایران، واحد من نمیگم چون به هر حال ما چند چپ خواهیم داشت، ولی یک حزب چپ نیرومند در ایران که بتونه در تحولات ایران نقش بگذاره، و این طبیعتاً لازمش ارتباط گرفتن با سایر نیروهای چپ، چه از نظر تاریخی و چه از نظر شرایط کنونی است. و تصور میشه که این حزب با توجه به این مجموعه کیفیت جدیدی که به وجود اومده، چون علبه بر یک شکاف فقط این نیست که کمیت رو افزایش میده و تعداد اعضا به هم نزدیک میشن، یک روابط جدیدی به وجود میاره و یک ارتباطات جدیدی. بخش کسانی که به همین دلایل ارتباطشون رو قطع کرده بودن قطعا ارتباطاتشون رو گسترش میدن، کسانی که در عرصه های مختلفی فعالیت کردن، در عرصه های علمی، اجتماعی، در نهادهای مدنی فعالیت کردن، طبیعتا توجه بیشتری میکنن و همه اینها امکانات بیشتری میده که در اونجا حرکت بشه. بنابراین سوال شما اینه که این حزب فعلا حزب چپ مجموعه چپ نیست، این حزب میخواد بشه و به همین دلیل تلاش خواهد کرد با دیگران رابطه بگیره و اون زمانی که بتونه در اون جهت موفقیت داشته باشه، طبیعتا ما پروسه های جدید، نام های جدید و برها چهره های جدید خواهیم داشت. به این ترتیب این مسئله هنوز باقی میمونه، این که نگاه 40 سال از فقط از انقلاب گذشته، برگردیم به گذشته سازمان بهش باید یه 20 خورده‌ای سال رو هم اضافه کنیم نزدیک به، و به این ترتیب امروز کسی که 30 سالشه هیچ گونه ارتباطی با گذشته سازمان فداییان نداره، در
لحظه کنونی امکان ورودش به حزب چپ ایران که در داخل پرانتز میگه فداییان خلق یه مقدار زیر پرسش قرار میگیره. من بحثم سر اینه، یعنی اگه حزب بخواد در دامنه بنیانگذاران گذشته، بنیانگذاران میانی، افراد زنده مانده کنونی، بهتر است بگویم که زنده مانده کنونی بتونه ادامه حیات بده، گسترش بیشتر از این صد خورده این ممکن است نشه، نهایت تعدادی هم بهش اضافه بشه، ولی اگه بخواد یک حزب فراگیرتر بشه باید در مرحله‌ای باشه که همه راه خودشون رو به اون بیابند، پیش از اینکه شما بریم به سوی اونها و اونها رو جذب کنین، اونها خودشون رو در درون این حزب بیابند، و اینجاست که این داخل پرانتزه یه مقدار برای من پرسش برانگیز میشه. آره، به هر حال این واقعیت امروز این جریانه، این جریان موفق شده و هدفش هم این بوده که فعلا نیروهای فدایی رو متشکل بکنه. برای حرکت‌های آینده که مورد نظر شماست، یک مسائل متعددی در مقابل این حزب وجود داره، در مقابل جنبش چپ وجود داره، در مقابل کل جنبش دموکراسی خواهی در ایران وجود داره. ما هر کدوم از جریانات با مشکلات و با مسائل مواجه هستند و موضوعی که وجود داره برای برخورد با مسائل آینده الان امکانات بیشتری فراهم داره. طبیعتاً همونطور که شما مطرح میکنید، گسترش این حزب در همه ابعاد عرصه‌های جدید چیزهای جدیدی رو پیش میاره، مسائل جدیدی پیش میاره. طبیعتاً اگر بخواد یک حزب چپ بزرگ در ایران تأسیس بشه، دیگه فقط فدایی‌ها نخواهند بود و باید نام‌های جدیدی مطرح بشه. این حزب، این گام‌های بعدی است که مورد بحث در این حزب قرار خواهد گرفت و راه‌های معینی برای اینکه چطور میشه گسترش بدیم و چطور میتونیم یک حزب چپ گسترده در ایران به وجود بیاریم مورد نظر قرار میگیره. مسئله مهم اینه که الان در ایران ما در یک شرایط سیاسی قرار داریم که تحولات جدی میتونه به وجود بیاد. من خیلی خوشحالم که شما صحبتتون رو از این نقطه شروع کردید و دقیقاً صحبتایی که شما مطرح کردید مورد تاکید منه. مسائلی که در مقابل ما وجود داره که ما نمیتونیم 40 سال منتظر باشیم تا بهش پاسخ بدیم، باید بتونیم پاسخگو باشیم، هم سازمان‌های چپ هم سازمان‌های غیر چپ، تمام کسانی که میخوان تحول مثبت در ایران به وجود بیارن. این حزب یک نقشی که داشته اینه که در این همه سال که ما در درون چپ و حتی در درون مجموعه اپوزیسیون ما به طور دائم از جدایی و انشقاق میشنویم، بعضی انشقاق‌های در درون جریانات اپوزیسیون به وجود اومده که بجز فعالین اون وقتی شما بیرون اون قرار می‌گیرید اصلا نمیتونه توضیح داده بشه که برای چی اینا از هم جدا شدن. یعنی توضیحات بجز کسانی که در درون بودن و خب حتما دلایلی برای خودشون دارن قابل توضیح نیست، و ما به طور دائم با این پدیده مواجه بودیم، پدیده‌ای که بالاخره شرایط سیاسی خارج از کشور، دور بودن از تاثیرگذاری مستقیم که عمل مستقیم شما بر نمیگرده نتیجهش رو فوراً ببینید، همه اینها و کوچک شدن این سازمان‌ها که هر چه سازمان‌ها تأثیرشون کمتر میشه چنین عواملی درش افزایش پیدا میکنه ما داشتیم. این یک حرکتی درست خلاف روند این تمام این سال‌ها، یعنی برای بعد از مدت‌ها که ما از جدایی و انشقاق میشنویم، این بار از یک نزدیکی و وحدت میشنویم و خب این امکانات جدیدی به وجود میاره. سوال شما رو من از جنبه‌های مختلف میتونم باز کنم. ببینید، ما در مقابل یک چالش‌های خیلی سنگینی این حزب قرار داره. یک مسئله اینه که در این شرایط باید جوابگو باشه. اهمیت این که بتونه چه رابطه‌ای بگیره با نیروها اینه که این شرایط پیچیده‌ای که در ایران وجود داره و ما در یکی دو سال آینده ما با تحولات جدی مواجه خواهیم شد و این حزب باید بتونه در این تحولات سیاست ایفا بکنه، بتونه با دیگران رابطه بگیره. ما در تحولات در ایران چپ یک بخششه، این حزب یک بخشی از چپه، باید بتونه با سایر چپ‌ها، با سایر نیروهای جمهوری‌خواه، با سایر نیروهای دموکراسی‌خواه در ایران ارتباطاتی برقرار بکنه که بتونه وزن این نیروها رو در تحولات افزایش بده و خب طبیعتاً به عنوان یک حزب چپ وزن چپ رو بتونه تأثیرگذاری بکنه به عنوان یک نیروی چپ. این یک چالشه که طبیعتاً بحث‌های سنگینی می‌طلبه. همونطور که صحبت کردم، یکی از اهداف اینه که ما امروز امکانات بیشتری در پاسخگویی داریم. دومین موضوع اینه که به هر حال این حزب باید الگوی خودش رو و متد خودش رو برای تشکیل یک سازمان چپ گسترده در ایران فراهم بکنه. یک بخشیش تنها شما سوال کردید، مسئله اینه که ما چه جور حزب چپی در ایران خواهیم داشت. در مقابل این موضوع پاسخهای متفاوتی وجود داره امروز در ایران و در جهان. شما جریانات چپ متفاوتی دارید، بخشی از نیروهای چپ در جهان اول احزاب سوسیال دموکرات متشکلن، بخشی از احزاب این رو صحیح نمیدونن، خیلی از نیروهای چپ،
خیلی از نیروهای چپ در اروپا، مثلا در آلمان که من ساکنم، حزب‌های چپ‌تر از سوسیالیسم دموکراتیک میگن، یا حزب‌های چپ، حزب چپ در آلمان وجود داره، یا مثلا در فرانسه، در سوئد و دیگران. یعنی همه اینها میخوان برای سوسیالیسم و دموکراسی مبارزه کنن، ولی به دلیل پاسخ‌های متفاوتی که به مسائل سیاسی، به مسئله جهانی شدن، به مسائل امروز کشور خودشون و جهان میدن، ما میبینیم که احزاب متفاوت وجود دارن. بخشی از نیروهای چپ هستن که فعلا هنوز معتقد به کمونیسم هستن، معتقد هستن سیستم گذشته پاسخ میده و فکر میکنن حالا یا کسانی که معتقدن اساسا آنچه بعد از انقلاب اکتبر اومد اساسا صحیح بود و خطاهای فرعی بودش که به شکست منجر شد، یا فکر میکنن که خطاهایی از اون ابتدا وجود داشت ولی به هر حال سیستمی که اون مجموعه کمونیستی معرفی میکنه و با ایده های لنین و دیگران معروف میشه، اونها رو شاهرای خودشون میدونن و فکر میکنن در اون طریق باید حرکت کرد. بخشی از نیروهای چپ هستن که در اروپا وجود دارن که معتقدن اصلا قدرت سیاسی مسئله مرکزی نیست، باید تکیه بشه به جنبش‌های اعتراضی اجتماعی و در قصد اینکه بخوان تاثیرگذاری بکنن قدرت سیاسی یا تغییر بدن، اینها رو معتقد نیستن، معتقدن صرفاً باید به جنبش‌های اجتماعی تکیه کرد. ما در مقابل این ایده ها وجود قرار داره، ما باید مدلمون رو معلوم کنیم. این مدل خب در یه حد معینی مشخص شده که من در ابتدا صحبت کردم، یعنی به هر حال در چارچوب مدل هایی می گنجه که معتقده که همونجور که صحبت کردم ارزش هایی رو که ارزش های سوسیالیستی و جامعه آینده بشریت رو بخواد روش تغییر بکنه، مسئله محیط زیست، مسئله تبعیض علیه برابری در همه ابعاد، زنان، اقلیت‌ها در ایران، اقلیت‌های مذهبی در ایران و غیره، و از اون طرف مسئله رشد، پیشرفت و مسئله برابری، برابری اقتصادی، اینها همه رو می‌خواد در یک پاکت جواب بده. اینها در برنامه منشور این حزب منعکس شده و در این جهت تلاش می‌کنه. ولی با وجود این، وقتی دقیق‌تر می‌خوایم مدل‌های متفاوته، خب بخشی از افراد مثل من معتقدن ما مدل‌هایی در جهان داشتیم امروز، مثل مدل‌هایی که در آمریکای لاتین جواب داده، احزاب چپی به وجود اومدن که گسترده و توده‌ای شدن که درش نیروهای مختلف حضور دارن، سندیکالیست‌ها وجود دارن، کسانی که مثل ماها فکر می‌کنن وجود دارن، کسانی که رادیکال‌تر یا معتدلن، همه توی حزب متشکل شدن و عملاً تونستن در خیلی از این کشورها نقش مهم بذارن. در برزیل مثلا یا در بعضی از این کشورها اینا تونستن قدرت رو در دست بگیرن و 8 سالی که بودن یک کشوری که بدهکار بود، بزرگترین بدهکار جهان بود، تبدیل شد به یک دوره‌ای به یک کشوری که یکی از قدرت هاست در منطقه و موفق هم بودن در حکومتی که داشتن و فکر میکنن این الگو رو باید تغییر کرد. اگر این الگوی آخری باشه که خیلی از افرادی که در این حزب متشکل شدن امروز اینجوری فکر میکنن که باید در ایران حرکت کرد، در اون صورت این سوالی که شما کردید به اضافه یک سری سوالات دیگه همه چالش‌هایی در مقابل ماست و ما امکانات بیشتری امروز فکر میکنیم در مقابل اینا قرار داریم. کسانی که در این حزب متشکل شدن افرادی هستن که بیشتر از 50 سال دارن عمدتاً، طبیعتاً اینها باید بتونن راهی پیدا بکنن برای اینکه بتونن با نسل‌های مختلف چپ، کسانی که در ایران در این دوره در جنبش چپ فعالیت کردن، در حزب نبودن ولی در گروه‌ها و سازمان‌ها فعالیت کردن، زبان مشترک پیدا بکنن. ما نمیتونیم یک حزب چپ گسترده ساخته باشیم اگر نتونیم برای این مسئله سنی غلبه بکنیم. در بسیاری از سازمان‌های سیاسی من جمله همین سازمان نقش زن‌ها در گسترده نیست. این سازمان نسبتاً نقشش در خیلی از حساب سازمان‌های خارجی که در اکثراً بیشتره، ولی نسبت به اون ایده‌ای که وجود داره 20% حضور به نظر هنوز محدوده و باید در شرایطی که زنان در جامعه ایران انقدر نقش دارن بتونه در نقش حداقل در نقشی که در ابتدای انقلاب وجود داشت و 40% اعضا و کادرهای سازمان فدایی زن بودن بتونه خودش رو ارتقا بده. باید بتونه ارتباط برقرار بکنه با دیگر فدایی ها، باید بتونه ارتباط برقرار بکنه با سایر نهل های چپ، باید بتونه ارتباط برقرار بکنه با چپ هایی که از دل های جنبش های غیر مارکسیستی بیرون اومدن، چه از دل جنبش ملی بیرون اومدن یا از دل جنبش مذهبی، و اگر بخواد حزبی ساز بشه باید بتونه همه اینها رو متشکل بکنه. اینها همه چالش هایی که در مقابل این حزب وجود داره، مسائلیه که مورد فکر میشه روش و طبیعتا قضاوت در مورد اینها اینه که چقدر بتونه این حزب ایده های جدید، راه های جدید، روش های جدید ارائه بده که بتونه به این چالش ها پاسخ بده و بتونه به خواست داره که همه افرادی که به چپ تعلق دارن معتقدند و خواستشونه و آرزو میکنن این که ما بتونیم مجدداً یک جریان چپ نیرومند در ایران داشته باشیم. آقای فتاح‌پور، یکی از انتقادهایی که در این هفته گذشته به نوعی رشد پیدا کرده و مطرح شده این استش که سازمان فدایان خلق اکثریت
چه در دوران پس از انقلاب، چه در دورانی که در خارج از کشور رشد کرده و وجود داشته، به سبب نوعی از دنبال روی از حکومت جمهوری اسلامی مورد انتقاد بوده. به ویژه اگر اون روزهای اول انقلاب، یعنی سالهای نخست انقلاب رو بذاریم کنار و شکل‌گیری اکثریت در یک سو، بیاییم به همین سالهای نزدیکتر بشیم، دنبال روی از اصلاح طلبان دولتی در یک منظر، سازمان فدائیان خلق اکثریت رو به جایی بدل کرد که انتقادهای بیشتری رو به دنبال خودش داشت. به ویژه اینکه بعد از تشکیل اتحاد جمهوری خواهان که نزدیک به 1000 نفر، 800 خورده ای در همون روز شکل‌گیریش حضور داشتن، غلبه سازمان فدائیان خلق اکثریت به راحتی موجب، اگر نگوییم از هم پاشیدن، باید بگوییم که کمرنگ شدن و ضعیف شدن اتحاد جمهوری خواهان شد. چه تضمینی هست که همین روند در امروز اتحاد سازمان چپ ایران، حزب چپ ایران به وجود نمیاد؟ ببینید، شما یک حکمایی دادید که بر مبنای احکامیه که گفتم در بیرون مطرح هستش. میدونم بر مبنای، نه ممکنه هم نظر شماست، حکمایی رو مطرح کردید که خب بر مبنای ایده هایی که مخالفن با هم دیگه بحثه. به هر حال مباحث سیاسی در جامعه ایران جریان داره. اینکه بخشی از نیروها معتقد هستند که باید رژیم ایران سرنگون بشه و سرنگونی فقط یعنی تغییر رژیم، یعنی رسیدن به یک رژیم دموکراتیک، تنها از طریق سرنگونی، یعنی یک نیروی بیرونی بیاد در یک ضربت بکشه نیرو رو پایین، یعنی یک حالت انقلاب سیاسی و یک رژیم دیگر رو مستقر کنه. و اشکال دیگه مبارزه که وجود داره دارای فرعی است، کم اهمیت، منفی است. و خب خیلی ها معتقدن که تمام این اشکال، اشکال مبارزه مطالباتی، که مبارزه مطالباتی در درون خودش یعنی اصلاحات، یعنی یک تغییراتی که اصلاحی است و امکانات جدیدی که برای فضا به وجود اومدن باشه، جزئی از مبارزه سیاسی است و با هم اختلافات وجود داره. در درون این سازمان هم نسبت به این مسائل اختلافات بحث وجود داره، در درون اتحاد جمهوری خوان هم که همونطور شما گفتید، در درون سازمان اکثریت هم نسبت به همین مسائل مباحثی مطرحه. ولی به هر حال این سازمان معتقد بوده، عمل کرده و معتقد وارد سیاست باید شد، باید امکانات رو باز کرد و در شرایطی که نمیشه رژیم رو پایین کشید در این 20 سال، باید امکانات مختلفی که در مقابل جامعه وجود داره حرکت کرد. دنبال روی از اصلاح طلبان یک بحثیه که فعلا کسانی که معتقدند هر نوع مثلا همراهی یا همسویی با هر اصلاحاتی در ایران غلطه، یک چنین ایده‌ای رو مطرح می‌کنند. طبیعتاً اگر امکاناتی فراهم بشه که بتونه فضا رو باز بکنه برای نیروهای سیاسی، مثلا همین امروز برای شما مثال بزنم، ببینید امروز اگر قرار باشه یک کار جدی بشه، ما باید بتونیم در ایران فعالیت بکنیم. مثلا همین موضوعی که در مقابل ما وجود داره، شما بتونید حزبتون در ایران فعالیت بکنه، فقط هم به سازمان چپ بر نمیگرده، به سازمان جمهوری خواه بر نمیگرده، دیگران هم به همین شکل. اگر نخواد متکی بشه به نیروی خارجی و اگر نخواد متکی بشه به نیرویی که مثلا بخواد با حمله نظامی یا با یه شکلی بخواد ایران رو تغییر بده و حکومت آلترناتیو رو شکل بده، باید متکی بتونه ارتباط بگیره با نیروهایی که در ایران حرکت میکنن، مبارزه میکنن، و این لازمش اینه که در ایران پایه بتونه بزنه. برای اینکه شما بتونید در ایران پایه بزنید، شما باید بتونید فعالیت بکنید و بتونید نیمه علنی یا علنی یا دو فاکتو علنی کار بکنید. این احتیاج به تعادل نیرو داره. ما در دوران آتی نسبت به این مسائل در مقابل ما قرار داره. ما باید بتونیم در داخل کشور فعالیت کنیم، در داخل کشور، یا به دلیل اینکه شرایطی به وجود بیاد که رژیم قدرت مقابله با نیروها رو نداشته باشه، یا شرایطی به وجود بیاد که مجبور بشه به عقب نشینی بکنه. و این کارا احتیاج به سیاست داره، و اگر بخواد نیروی به این مسائل توجه نکنه، خب طبیعتاً کسانی که روی این مسائل تلاش میکنن مبارزه سیاسی بکنن و تأثیرگذاری بکنن و امکاناتو برای مبارزه افزایش بدن، مورد حمله قرار میگیرن. من تصور میکنم کسانی که نخوان در این عرصه وارد بشن، طبیعتاً فقط میتونن به نیرو خارجی متکی بشن، چون وارد شدن در این عرصه احتیاج به مبارزه سیاسی در ابعاد مختلف داره، احتیاج به ارتباط گیری با مبارزه مطالباتی داره. فقط مبارزه مطالباتی نیست که کسانی مبارزه کنن ما حمایت بکنیم، باید بتونیم درش نقش ایفا بکنیم، و برای این کار باید نیرو داشته باشیم اونجا، باید سازمان داشته باشیم اونجا. برای این کار باید شرایط جدیدی به وجود بیاریم در این شرایط بحرانی که وجود داره. و بنابراین اینها مبارزه، اینها بخشی از مبارزه است که مثلا سازمان اکثریت یا جمهوری خوان به این مسائل توجه دارن و
تلاش میکنن که نقش بذارن، تلاش میکنن تاثیر بذارن. برایشون مهمه که مثلا به ایران فرض کنیم برجام که پیش اومد تایید کردن، به دلیل اینکه فکر میکردن آلترناتیو شرایطی که وجود داره حمله نظامی به ایرانه و موافق این نیستن. فکر میکنن اگر این اتفاق بیفته تحولاتی که در ایران پیش میاد غیر قابل پیش بینی و حتی در دوره طولانی ممکنه بسیار منفی برای ایران باشه. فقط مسئله حکومت نیست، مسئله آینده جامعه ما مطرحه. بنابراین ممکنه کسانی که فکر میکنن که اصلا اون رو منفی بدونن و بگن اگر فرض بکنیم این اتفاق هم بیفته، رفتن از این رژیم خیلی منفی بهتر از اینه که مثلا یه چنین عواقبی که مثلا درگیری هایی به وجود بیاد. برای سازمان اکثریت یا جمهوری خان یا دیگر سازمان ها رو مورد نقد قرار بدن. از این به بعد هم ما این بحثا رو خواهیم داشت، یعنی از این به بعد هم در مبارزه سیاسی بحث ها. برای این صحبتی که میشه اگر در صحبت معین مطرح بشه آدم میتونه پاسخگویی بکنه، ولی اگر به صورت عام مطرح میشه مباحث دیگه است. مسئله تاج جمهوری خان هم بهم میشه که تاج جمهوری خان به هر حال یک سازمانی بود که موفق بود، 8 سال 10 سال قوی ترین سازمان خارج کشور ایران بود، قوی ترین سازمانی بود که شکل گرفته، نقش جدی داشت و امروز هم جمهوری خواها دارن با هم همکاری میکنن و من مطمئنم در آینده ما مجددا یک جریان جمهوری خواهی نیرومند خواهیم داشت. حالا در شکل همکاری جریانات جمهوری خواه با هم داره پیش میره، با هم دیگه این همکاری ها قطعا گسترش پیدا میکنه و اون هم تلاش خواهند کرد که بتونن در شرایط کنونی کشور پاسخهای مشخصی بدن. جناب فتاح‌پور ببینید، حالا نمیخوایم باز دوباره گذشته رو خیلی ورق بزنیم، برای اینکه سازمان که ما امروز شاهدش هستیم از دوران چریک‌های فدای خلق تا انقلاب اقلیت اکثریت و بعد من به عمده‌هاش اشاره میکنم، جریان 16 آذر و بعد این همینطوری تیپ شده. اونها همین حرکت‌های گزینشی برای تاکتیک و استراتژی مشخص میکرد که آقا ما دیدگاهمون در مورد حکومت اینه، این گروه جدا میشد، میخوایم دست به اسلحه ببریم، اون یکی میگفت ما دست به اسلحه نمیم. اینا مشخص بود، ولی در نگرش تحلیلی نسبت به شرایط جامعه یه مقدار قضیه دشوارتر میشه. فرض کنیم در فردا روزی نیروهای خارجی به ایران حمله میکنن، این سازمان در کجا قرار میگیره؟ اینجاست پرسش. همراه با حکومت میشه در برابر این نیروهای خارجی میسته؟ نزدیکیش با مردم چگونه خواهد بود؟ مردمی که خود حکومت رو زیر پرسش دارن و میخوان ازشون از این حکومت گذار کنن، گذار از جمهوری اسلامی رو میخوان، در شرایط بحرانی اونگونه این سازمان در کجا قرار میگیره؟ این سازمان در یک زمینه های در زمینه های عمومی ایده ها وحدت کامل درش وجود داره. سازمان مخالف رژیم اسلامی، اصلا علت وجودیش این یک سازمان چپ طرفدار یک رژیم، یک سیستم جمهوری سکولار دموکرات مبنی بر انتخابات، از بیخوبان با رژیمی که انتخابات درش یک فرم باشه، شورای نگهبانی وجود داشته باشه که بخواد نمایندگان رو چک کنه از قبل، یعنی یک انتخابات اولی انجام بشه، بدن دایره تنگ امکان انتخابات باشه. خب مخالفه با یک با اینکه یک در چارچوب همین انتخابات یک فردی یا ولی فقیه در بالای همه ارگانهای انتخاباتی وجود داشته و تصمیم گیری باشه، مخالفه و کلن با اختلاط دین و دولت رو به ضرر دین، به ضرر جامعه و به ضرر کشور میدونه و فکر میکنه که دین و دولت باید از هم جدا باشن و ما یک رژیم سکولار دموکرات جمهوری در ایران داشته باشیم. و این از نظر رژیم و از نظر ایده هام که به عنوان یک نیروی چپ برای برابری و برای ضدیت با تبعیض مبارزه میکنه. در این زمینه عمومی از نظر خط مشی سیاسی مبارزه، این سازمان متکی به مبارزه مردمه. تمام تلاشش اینه که بتونه ارتباط بگیره با جنبش هایی که وجود داره، چه جنبش های اعتراضی مثل جنبش دیما که کل سیستم رو زیر سوال بردن و چه جنبش های معین مطالباتی که خواستهای مشخص رو زیر سوال میذارن، مثل مثلا جنبش زنان که قوی ترین جنبش در ایران و مؤثرترین نیروس امروز، مثل جریانات دانشجویی، جریانات کارگری که ما در نزدیک به سال گذشته 750 تا بوده و امسال مسلما هنوز آمارش من ندارم، حداقل حتما بیش از 1000 اعتصاب کارگری ما داشتیم، حتما شاید هم بیشتر بوده، و بتونه با اینها ارتباط بگیره. و تصورش بر اینه که از طریق این ارتباط میتونه تحول در ایران صورت بگیره. بنابراین سیاست عمومی این جریان برای تغییر و تحولات در ایران مثل سایر جمهوری خواهان در این زمینه این
سازمان چپ با سازمان جمهوری خواهی دیگه تفاوت کیفی نداره. اینا همشون معتقدن که باید اون سازمان جمهوری خواهی که مورد بحث ما هستن، معتقدن باید متکی شد به مبارزات مدنی، به مبارزات مردم، و باید تلاش کرد، سیاست اتخاذ کرد، و باید دید که از چه طریقی میتونیم فضا باز بکنیم، بتونیم امکانات به وجود بیاریم که اینها بتونن موثرتر باشن و بتونیم در نهایت بتونیم ما یک تحولی رو که بتونه ایران رو در ایران یک جمهوری سکولار فراهم بشه ایران. شما می‌پرسید در مسائل مشخص، مسائل مشخص مشخصه بعد از اون، یعنی وقتی شما سمت‌گیریتون رو معین کردید، یعنی یک جریان معین کرد که میخواد کجا قرار بگیره در جامعه، این سازمان این رو معلوم کرده که کدوم سمت‌گیری، کدوم جانبداری رو داره در تحولاتی که در ایران میخواد صورت بگیره، چه امروز چه حتی فردایی که میخواد فرض کنیم جمهوری اسلامی نباشه، ما جمهوری سکولار داشته باشیم، جای خودش رو معین کرده. سایر مسائل دیگه مسائل سیاسی معینه، طبیعیه با این دیدگاه‌هایی که مطرح کردم، این سازمان با حمله نظامی به ایران مخالفه، فکر میکنه حمله نظامی در ایران شرایطی به وجود میاره که هیچ معلوم نیست به دموکراسی منجر بشه، هیچ معلوم نیست عواقبش چی باشه، هیچ معلوم نیست مثلا اگر از طریق نظام حمله نظامی به ایران بخواد تغییر به وجود بیاد، هیچ معلوم نیست که چه درگیری هایی بعد از اون به وجود میاد، چه مقاومت هایی توسط همین سپاه پاسداران و بسیجی ها و غیره با عنوان دفاع از منافع ملی، و چه توسط درگیری هایی که در مناطق به دلیل عدم وجود یک قدرت مرکزی به وجود میاد، همه اینها غیر قابل پیش بینی است و مایل نیست که از این طریق تحول صورت بگیره، و طبیعتا اگر بخواد این حمله صورت بگیره مخالفت میکنه، ولی اینکه اون موقع چه تاکتیکی اتخاذ میکنه، چون به هر حال این رژیم با رژیم و با شرایط کنونی موافقه و با حمله نظامی هم مخالف، یا با دخالت مستقیم کشورهای خارجی در ایران وضعیتی که امروز وجود داره، با اینها مخالف، سیاستی که آقای ترامپ داره پیش میبره یا کاری که عربستان میکنه ما مخالفیم باهاش، و فکر میکنیم اینها مسائل و منافع دموکراسی در ایران منعکس نیست، اینها منافع تضاد منافعیه که حتی اگر جمهوری اسلامی هم نباشه میتونه ادامه داشته باشه. اینکه شما سوال میکنید در آینده ای که مثلا یک شرایط فرضی دیگه است، یک سازمان بخواد امروز من به شما جواب بدم چه تاکتیک، این که اگر ممکنه شما در یک شرایط دیگه همون شرایط تصمیم میگیرید، امروز ما همچین سیاستی خواهیم داشت، امروز تمام تلاش اینه که ارتباط گیری بشه، جنبش اعتراضی در ایران گسترش پیدا بکنه، جنبش های اجتماعی بتونن سمت و سو پیدا بکنن، و این سازمان هم به عنوان یک سازمان چپ به عنوان مدافع این جنبش ها بتونه اونها رو منعکس کنه، در سازماندهی شرکت داشته باشه، در تحولات سیاسی بتونه فضاهایی رو بتونه تقویت بکنه، بتونه وادار بکنه که بتونه فضا باز بشه برای این جنبش ها، بتونه فضا باز بشه برای احزاب، احزاب اپوزیسیون در ایران باید بتونن فعالیت آزاد داشته باشن، این یه خاصی که همه باید یک صدا روش تکیه بکنن و باید وادار کرد، یا شرایطی به وجود ممکنه بیاد در ایران که اصلا قانونی هم نشه ولی نتونه کسی تحمل بکنه، باید از چنین شرایطی بهره گرفت، ما میخوایم این چنین فضاهایی رو امروز باید به وجود آورد و بتونه تحول تا بتونه اینها گسترش پیدا بکنه، تا بتونیم ما به تحول جدی در ایران و دستیابی به رژیم سکولار دموکرات دست پیدا بکنه. آقای فتاپور، این مسائل رو شما این مشخص امروز رو بپرسید من جواب میدم، راجع به 3 سال دیگه بپرسید من نمیدونم. من بحثم این است که نوع نگاه یعنی پاسخ، ببینید نوع نگاه حمله، بحثم اینو شما پاسخ دادین، حمله نظامی خود به خود تعیین کننده است، در حمله نظامی یک سوی قضیه حکومت جمهوری اسلامی است، من بحثم این بود که حزب چپ ایران در کجا قرار میگیره در اون زمان، حالا اگر از این بخوایم بگذریم، این شرایط به وجود نیومده، بحثم نشده، ولی من تصور میکنم حزب چپ ایران با جمهوری اسلامی مخالف است، با حمله نظامی هم مخالف در اینجا قرار میگیره، تا اینجا قبول کنم، ولی البته از طرف اون زمان تو عمل تصور میکنم که همچین سمتی خواهد. خب حالا اول ماه می پیش روه، شاید یکی از آزمایش هایی که از نظر حرکتی، از نظر تأثیرگذاری در جامعه میتونه حزب چپ ایران رو در که تازه معرفی شده به یک محک مبارزه نزدیک بکنه و یک به بوته آزمایش بگذاره، روز اول ماه می است که سالهای سال است در ایران ممنوعیت اون رو حکومت از برقراری تظاهرات و حرکت های راهپیمایی و همه اینا رو همواره پیشگیری کرده. با توجه به شرایط خیزش دیماهی که گذشت و اعتراضهای کارگری و اعتراضهای مردمی در زمینه مسائل اقتصادی که میبینیم، اگر روز اول ماه می رو نگاه میکنیم، حزب چپ ایران رو در کجای این گرایش حرکتی در اول ماه می پیش رو داریم میبینیم؟ یعنی ارتباطاتتون بیشتر، مثلا من ارتباطات هست، یعنی آیا این توان و ارتباط و سازماندهی در حال کنونی وجود داره که بتونه گرایش ها رو جذب کنه؟
ببینید شما انتظار نداشته باشید که بعد از 15 روز از تشکیل یک حزب یک دفعه یک معجزه اتفاق بیفته و یک به هر حال این سازمان ها وجود داشتن. سازمان ها امروز اولین بار نیست تأسیس میشند و ارتباطاتی داشتن و دارند. همونطور که صحبت کردم این حزب پتانسیلی به وجود میاد که بتونه این روابط و این ارتباطات کیفیتا گسترش پیدا بکنه، نه طبیعتا در عرض 15 روز. در اول ماهه نه فقط این حزب، سایر سازمان های چپی که حضور دارن، حتی سایر سازمان های غیر چپی که در ایران وجود دارن، منهای سازمان های ممکنه خیلی لیبرالی یا سازمان های راست، ولی سازمان های دموکراتی که در ایران وجود دارن نسبت به اول ماهه تکیه دارن. طبیعتا یک حزب چپ یکی از تکیه هاش بر اینه که اول ماهه رو به عنوان یک روزی که بتونه سندیکاهای کارگری عمل بکنند مورد تاکید قرار بده و درش نقش داشته باشه. سیاستی که من تصور میکنم این حزب پیش خواهد بود با توجه به سابقه سازمان هایی که این سیاست رو داشتند در اول ماه مه و در سایر برآمدها، تأکید بر فعالیت سندیکا هاست. یعنی اینکه دفاع از فعالیت سندیکایی و تلاش برای اینکه بتونه یک چنین سازمان ها یک چنین ارگان هایی در ایران شکل بگیرند و انعکاس دادن فشارهایی که به این تشکل‌ها وارد میشه و از این طریق به وجود آوردن یک ضریب امنیتی برای فعالینی که در این تشکل‌ها فعالیت میکنند و دفاع از فعالیت طبیعتاً دفاع از جنبش کارگری و دفاع از به خصوص تشکل‌های کارگری و شرایطی که بتونه تشکل‌های کارگری در ایران قدرتمندتر باشن و بتونن تأثیرگذار باشن بر حوادث سیاسی. ما حوادث سیاسی که در ایران پیش بره نیازمند تشکل هستیم. یه بخشش تشکل‌های سیاسی است، یه بخش تشکل‌های مدنی است. تشکل‌های کارگری در ایران ما به شدت زیر فشار بودند، سندیکاهای مستقل طبیعتاً در تمام این سال‌ها تحت فشار بودند. امروز ما جنبش‌های وسیع کارگری داریم و درون اینها حرکت‌های تشکل‌ها دوباره شکل می‌گیره. فعالین کارگری دوباره به میون میان و زاده خواهند شد و طبیعتاً امکانات جدید به وجود میاد. این حزب چپ خودش رو در کنار شکل‌گیری اینها می‌بینه و تنها به این موضوع مربوط نمیشه، همینطور در مورد تشکل‌های دانشجویی، تشکل‌های زنان و غیره که خب در اون زمینه خب قوی‌تر هستند. تشکل‌های دانشجویی به شدت تحت فشار قرار گرفتند بعد از دوران آقای احمدی نژاد، از طریق ستاره دار شدند، یعنی دانشجویان ستاره دار کردند و محروم کردند و محرومیت از دانشجویی در شرایط ایران خب خیلی فشار سنگینیه، علاوه بر اینکه خیلی از فعالینشون زندانی کردند و امکان تشکل سرتاسری سیاسی دانشجویی رو گرفتند. بله. دهه 70. ولی خب فعالیت‌های وجود داره و به وجود اومدن تشکل‌های دانشجویی، کلاً تشکل‌هایی که جامعه مدنی در ایران یک پاش هست، خب این حزب در کنارش خواهد بود. اول مهم فرصت بسیار مناسبیه که این ایده ها رو منعکس بکنه و قطعاً این حزب در این رابطه فعال خواهد. خب برای پرسش پایانی چند دقیقه وقت داریم. من شاهد این بودم که شما در همین سال‌های گذشته دست کم با سازمان‌هایی که جمهوری خواه هستند و خواهان جمهوری سکولار دموکرات هستند، از سوی اتحاد جمهوری خواهان همواره شما آمدین و در این گفتگوها و نشست‌ها نشستین که شاید این نزدیکی بیشتر به وجود بیاد. حالا نزدیکی بیشتر به مفهوم ائتلاف نه، ولی به مفهوم عملکردهای مشترک، کارهای مشترک در آینده داشتن. حزب چپ ایران رو حالا در رابطه با همین سازمان‌های جمهوری خواه و سکولار دموکرات چگونه می‌بینین و نظر همفکری و نزدیک بودن؟ اول راجع به اعتراف بگید، نظر من رو میگید. من دقیقا معتقدم جریان جمهوری خواه باید واحد بشن. همین اتفاقی که در جریان چپ افتاد در خب چون خودتون گفتیم از حرفای خیلی آینده دور صحبت نکنین، آینده دور رو نمیخوام بریم. بنابراین همونجور که شما گفتید امروز میتونن با هم دیگه همکاری بکنن، کاری که دارن میکنن با هم نزدیکتر باشن، ولی با این سمت گیری که اینها ما نیاز به خصوص در تحولات آتی نیازمند جریانات جدی جمهوری خواهی هستیم. بسیاری از فعالین این جریان، طبیعتا همه فعالین این جریان معتقد به جمهوری سکولار هستند و معتقدند که ما نیازمند یک نیروی هستیم که وسیع‌تر از جریان چپ بتونه منعکس بکنه خاص جمهوری سکولار دموکرات رو در ایران و در این راه با نیروهای چپ و غیر چپ میتونن با همدیگه همراه باشن و بنابراین در درون جمهوری خواه فعالیت کردم. من امروز هم میکنم، چون گذشته نبوده، امروز هم در این فعالیت دارم و خیلی از بخش بزرگی از نیروهایی که در جریان چپ حضور دارن در جریانات مختلف جمهوری خواه فعالن. حالا یا معتقد این از طریق ائتلاف تشکل‌های مختلف چپ و غیر چپ جمهوری خواه پیش میره یا از طریق شکل‌گیری یک سازمان جمهوری خواه، اینها مسائل معینه. چپ همه جمهوری خواهی نیست و جمهوری خواهی چپ نیست.
این دوتا خیلی معینه. شما پرسیدید ارتباط اینها با هم چیه؟ جریان چپ مشخصا برنامه های معین خودش رو داره که در بخشی از این برنامه که برمیگرده به اون ساختار سیاسی و تغییرات سیاسی که میتونه در ایران به وجود بیاد با دیگر نیروها همسوه، با دیگر نیروهای جمهوری خواه یکسان حتی، و بنابراین همکاریش در جریانات جمهوری خواه و در ارتباط با نیروهای جمهوری خواه ملی مذهبی، ملی، جبهه ملی و دیگران همه در جهت پیشبرد اهداف مشترک و طبیعتاً بنده و خیلی از نیروهای دیگه فعالیت اصلی و فعالیت جدیشون رو هم در اون جریانات ادامه خواهند داد. خب آیا کسانی که در سازمان‌های دیگر عضو هستن، به فرض در یک سازمان جمهوری خواهی سکولار دموکرات عضو هستن و حتی در شورای رهبریش هستن، میتونن در شورای رهبری هم حزب شما هم باشن یا نه اینا با هم دیگه در تلاقی است؟ این دو تا موضوع متفاوته. سازمان جمهوری خواهی یک اتحاده، ما یک حزب لیبرال دموکرات جمهوری خواه اگر باشه، خب یک حزب دیگه است با اهداف مسئله دیگه، یک اتحاده، حالا یا در شکل جبهه سازمان ها یا در شکل اتحاد نیروهایی که در این متشکلن و سازمان جمهوری خواه خودشون رو با اتحاد نامیدن، بنابراین در این زمینه هیچ مشکلی وجود نیست. یعنی مشکل اوناست که در اساسنامه‌شون میبینن که میتونن عضو اعضای رهبریشون در اعضای رهبری شما باشن یا نه، از این طرف نیست ماجرا. نه، در این مسئله اینه که به هر حال نیروهایی که میخوان در نقش اسیر رو داشته باشن خب انتخاب میکنن که کجا فعالیت کنن، ولی چون موضوع تصمیم گیری هاست، موضوع نگرش ها در تصمیم گیری ها و تحلیل های آینده است. این که نیروهای سازمان ما میتونن در سازمان های جمهوری ها فعال باشند از نظر این سازمان طور اساسنامه‌ای که وجود داره معنی وجود داره. آیا با تشکیل حزب چپ ایران سازمان هایی که آمدن و در دل حزب چپ ایران هستن انحلال پیدا میکنن یا باز هم حضور خودشون رو دارن؟ یعنی مثلا سازمان فدایان خلق اکثریت، این سازمان ها فعلا تصمیم گرفته نشده که منحل بشند و در یک دوره برمیگرده به اینکه فعالیت این سازمان چقدر گسترده موفقیت آمیز باشه میشینن تصمیم میگیرن. فعلا قرار شده این سازمان تشکیل بشه و اون سازمان هر کدوم خودشون راجع به آیندهشون تصمیم میگیرن. خب به این ترتیب در مورد آینده آقای فتاپور عزیز میشه در مورد آینده صحبت کرد و میخواستم امروز در مورد شرایط هم صحبت کنیم ولی زمانمون به پایان داره میره، شاید 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. یک دقیقهشو میدم به شما که بگین که واقعا این شرایط امروز ایران با توجه به فشارهای خارجی هراس انگیز هست یا نیست. هراس انگیز نمیدونم مورد نظر چیه. شرایط خارجی در شرایط ایران این شکلی است که ما با یک مجموعه ای از بحران ها سر و کار داریم، مسئله فشار خارجی، مسئله وضعیت اقتصادی و از همه مهمتر بی‌اعتمادی مردم به حکومت. بنابراین وضع اینجوری نمیمونه و ما این حکومت به این شکلی که تا به حال حکومت کرده نمیتونه حکومت کنه و ما تغییرات بسیار مهم سیاسی داریم. این که هراس انگیز به این معنی که آیا حکومت میفهمن نیروها و یا شرایطی میتونیم به وجود بیاریم که بتونه تحولات در شکل‌های مثبت‌تری در ایران پیش بره یا ما با دگرگونی‌های غیر قابل پیش‌بینی سر و کار داریم، اینها در آینده فرصت نیست. البته میشد من میتونستم نظر خودم رو بگم. بله در آینده صحبت می‌کنیم. هراس انگیز من مثلا حمله که آمریکا یا اسرائیل یا عربستان هراس در یک حمله است و تکه تکه شدن ایران. به هر حال امروز مسئله حمله نظامی در دستور فعلا نیست، ولی که فشار خارجی در ایران افزایش پیدا میکنه و مهم اینه که ایران بتونه چه تحولاتی در ایران پیش بره و چه بتونه واکنشی نشون بده به این موضوع که میگم. اگر شما یه موقع دیگه امکان باشه میتونیم روی این موضوع مفصل صحبت کنیم. حتما شما قولش رو بدین در مورد شرایط گفتگو در مورد مسائل و شرایط خواهیم کرد. امروز بیشتر در مورد تشکیل حزب بود. بله در من خدمت شما هستم. فعلا این بحثمون بود، یک روز دیگه میتونیم راجع به شرایط و اینکه این سازمان های چه چپ و چه جمهوری خواه تا چه جوری میتونن مؤثر باشن از نظر سیاسی در چنین شرایطی میتونیم صحبت داشته باشیم. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه آقای مهدی فتاپور و به امید گفتگو در آینده. خواهش میکنم. خب بینندگان گرامی به پایان برنامه میرسیم. برای مردم ایران آرزوی آزادی، برای مردم جهان آرزوی صلح دارم. روز و روزگار خوش.